یه کیف پول میبینی که روی زمین افتاده، بازش میکنی میبینی توش دلاره. چی کار میکنی؟ میری به صاحبش پس میدی یا نه پس نمیدی؟ پس نمیدم. آفرین، این یعنی که شانس خوب میشناسی. درسته، ولی من اگه باشم نگاه میکنم ببینم چند دلار توشه. اگه 2300 دلار باشه، به خاطر 2300 دلار خودم رو ضایع نمیکنم، میرم به صاحبش پس میدم. ولی اینجوری به کائنات فرمان میدم، پیغام میدم که کم بیشتر میخوام. شانس و وقتی باید دریابی که کل زندگی تو تغییر بده، مگه نه؟ الان یکی از اون فرصت‌های بزرگ و حسابی نصیب تو شده. میدونی چه دخترهای مثل تو اومدن اینجا رفتن؟ همشون هم به من ارادت داشتن، ابراز عشق و علاقه میکنن، پیامای عاشقانه میفرستن. همشون هم مثل بچه های من میمونن. من کاری براشون نکردم، فقط یه مسیری هموار کردم، بهشون گفتم چجوری بیشتر پول در بیارن. همین الان میخوام این فرصت رو به تو بدم. آمادگی چه داری؟ فقط قبلش باید بری یه جایی کوچولو چند تا عکس بگیری. عکس برای چی؟ اونایی که میخوان استخدامت کنن که ندیدنت. من میدونم تو چقدر خوشگل و قشنگی. اگه اونا دیدن و موافقت کردن، بعد میریم مرحله بعد. ببخشید من متوجه نشدم، این کار دقیقا چیه؟ مهمونداریه. یه سری مهمونی برگزار میشه، تو هم کمک میکنی، هم پول در میاری، هم خوش میگذرونی. چی بهتر از این؟ کجاست این مهمونی؟ شمال، ترکیه، کیش، گرجستان. بستگی داره مهمونه کجا راحت تر باشه. الانم از ویانا آدرس آتلیه رو بگیر، خودشون میدونن چی کار کنن. ممنون. میبینمت عزیزم. لیانا. بله. آدرس آتلیه رو بده به سحر جان عزیزم. باشه، چشم. میگم اگه خواستن ازم عکس ناجورم بگیرن چی؟ خودت میدونی باید چی کار کنی. قربونت برم عزیزم، توی رختکن سوم یه سری لباسه، هر کدومشو که دوست داشتی بپوش، بعد از اون طرف برو بره عکس. ممنون. بفرمایید.